تا 15 خرداد هیچ نشنیده بودم. من چون اصلا حال هوای مذهبی نداشتم و از 16 سالگی به کلی آمده بودم بیرون، خانواده مذهبی بودن، شورش کرده بودم، رفته بودم اصلا. هیچ نمیدونستم. بعد در همون 3-4 روز یعنی پیش از اون شورش ها، خب علم لایحه رو برد به مجلس. دو تا چیز بود در اون لایحه که مذهبی ها رو خیلی ناراحت کرد. یکی سوگند خوردن به کتاب آسمانی رو برداشتن که بهایی هم خلاصه بتونن، که عملا بهایی ها و یهودی ها و ارمنی ها رو اینا رو آوردن مقامات بالا دادن. ایران داشت عرفی‌گرا میشد دیگه، اونم عبد کندی آمریکا نداشت. حقیقتا هم جامعه هم شاه میخواستن سکولار بشیم یا باشاش داشتیم میشدیم. و دوم این که همه ایرانیان میتوانن رای بدن دیگه، اصلا زن و مرد اینا نبود. و اون وقت خمینی اعلامیه داد و حمله کرد به شاه. از اون وقت من اینو شنیدم. بعد هم اون تظاهرات 3 روزه بود در تهران و در شهرستان‌های متعدد، خیلی شورش پردامنه‌ای بود. یعنی اگر علم به طور قاطع عمل نمی‌کرد و مثل دولت‌های بعدی دوره انقلاب 1357 امتیاز میداد و کش میداد و این قضیه به جای 3 روز مثلا 3 ماه طول میکشید، همون وقت تموم شده بود کار پادشاهی. اون وقت من اسمش رو خوب شنیدم و افکارش رو شناختم، چون همون روزهایی بود که این شورشیان به صورت خانوم ها اسید میپاشیدن بی حجاب ها رو و کتابخونه سنگلج رو، کتابخونه عمومی سنگلج رو آتش زدن. ما دیدیم نه خیر، اصلا داستان بازگشت به قرون وسطاست. و این باز از مطالبی است در تاریخ ایران که هیچ توضیحی برش نمیشه پیدا کرد، که شما میبینید که در 15 خرداد 1342 یعنی 4 ماه 5 ماه بعد از اون انقلاب اجتماعی بهمن 1341، اون یه همچون انقلابی روی میداد و تمام توده مترقی و روشنفکر و طبقه متوسط اینا یا دارن میرن پشتیبانی میکنن یا در حال پشتیبانی هستن، یا اگه یه خود بیشتر طول بیشتر حتما پشتیبانی خواهند کرد، اعلامیه میدن. اصلا حیرت آوره که پس از چنان انقلاب اجتماعی و برنامه اصلاحی وسیعی، واکنش بهترین عناصر تو جامعه ایرانی اتحاد یا پشتیبانی یا همدلی همدردی با ارتجایی ترین حرکتی است که اون روزا اصلا ما تصورش هم نمی‌تونستیم بکنیم.